خب مرسی از همه. من وقت خیلی کمه، خیلی سریع شروع میکنم. من 5 تا پروژه انتخاب کردم. حول یک الگوریتم جنراتیو دارم صحبت میکنم. خیلی سریع چند تا نکته رو میگم. اینکه من چه جوری دارم تو این پروژه فکر میکنم، اول از همه من دارم پارامتریک فکر میکنم، یعنی یک حجم رو با یه سری پارامتر دارم تعریف میکنم. این پارامترها میتونن عدد باشن، میتونن سری اعداد باشن، میتونن یه متغیر تصادفی باشن، میتونن یه متغیر وابسته باشن که توسط داستانی داره ایجاد میشه. دومی که دارم الگوریتمیک فکر میکنم، یعنی اینکه یک الگوریتمی مینویسم برای اینکه به یک سوالی که تو ذهنم هست پاسخ بدم. خب شما خودتون همتون تو این قسمت استادین، من اینو خیلی بازش نمیکنم. سومی که دارم جنراتیو فکر میکنم، یعنی اینکه مثلا مثال میزنم، یه سیب رو میگیرم دستم، گاز میزنم، یه آوتپوتی داره، این رو دوباره میارم توی این کالتیویشن پروگرامی که اینجا دارم. این کالتیویشن پروگرام رو تعریف کردم گاز زدن سیب، که سید اولیه‌اش اون سیبه. و خب این یه خروجی داره تو هر جنریشن، و خب یه خروجی فرعی هم حتی میتونه داشته باشه. من راجع به خروجی فرعی جلوتر تو پروژه ها صحبت میکنم، یعنی میخوام بگم که این خروجی که آخر کالتیویشن پروگرام هست خیلی برام همه جا مهم نبوده، یه سری از خروجی ها داخل این دل این کالتیویشن پروگرام اومده، و خب اینا میان دیولپ میشن و آماده میشن برای فابریکیشن یا انیمیشن یا تصویرسازی یا هر چیزی. مورد بعدی که خیلی برام مهمه اینه که یک الگوریتم جنراتیو خروجیش خیلی کیاتیکه. خب من باید یه داستانی داشته باشم مثل طبیعت که در عین اینکه خیلی بی‌نظمه در دل خودش نظمی داره. خب پس من باید یه الگوریتم رو جوری تبیین بکنم که بر روی این لبه اوردر و کیاس حرکت بکنم. خب میرم سراغ پروژه اول. ایده من این بوده که بیام یه حجمی داشته باشم، از تو دل این حجم هی حجم‌های مختلف در بیاد و این رشد بکنه. خب گفتم برای اینکه این کار رو بتونم انجام بدم، ساده‌ترین کار اینه که این حجم رو تبدیل به یک سری صفحه بکنم و یکی از این صفحه ها رو بگیرم و از دلش یک حجمی در بیارم. باز هم توی این داستان ساده ترین چیز یه مکعبه، یعنی میخوام از ساده ترین داستانم شروع بکنم. یه مکعب رو گرفتم، یک سطر رو از روش انتخاب کردم به صورت رندوم و این سطر رو آفست کردم به داخل، اکسود کردم به بیرون. حالا داستان اینجا چیه؟ اینی که همون قضیه به کیاس و اوردره، یعنی اینکه من نمیخوام این خیلی کیاتیک بشه. اگر این میزان اکسرودش یه خیلی زیاد بشه، حجمم اون زیبایی اون ترکیب بندی که میخوام رو نداره. خب پس من یه متغیری تعیین میکنم، یه داستانی، یک مساحتی، یک طولی از یه جایی از حجمم که این وابسته باشه به حجم، من بتونم یه دامنه ای رو تعیین بکنم. برای آفست و اکسترودم بگم آقا کمتر از این آفست یا اکسترود نکن، بیشتر از این هم آفست یا اکسترود نکن. تو این دامنه که من بهت میگم این کار رو انجام بده. خب این بیاد این کار رو انجام میده، جوین میکنه با داستان قبلی و میره برای جیومتری بعدی. حالا من اگه بخوام ویدیو این رو نشون بدم، این چیزی که داره اینجا رشد پیدا میکنه، این همون خروجی وابسته که دارم میگم، اون چیزی که کم رنگ شما تو بک‌گراند داره میبینه همون مکعباست که دارن رشد میکنن. این داستانی که من بهش اضافه کردم اون خروجی هست. اینجا مثلا اومدم لبه ها رو گرفتم و با لبه های بازی کردم، یه سری کرو بهشون اضافه کردم، یه سری اسفیر بهشون اضافه کردم که این فرآیند رشد این شکلی برام ایجاد بکنه. این همون صفحه‌ای که هر سری داره انتخاب میشه و روی این جنریشن داره اتفاق میفته. خب این داستان خب خیلی تا اینجا ساده شد. بعد اومدم گفتم که خب بیام حالا به همه اینا یه مثلا این صفحه‌ای که خارج شدن یه هرم هم اضافه بکنم که این فرم رو این شکل رو از توش در آوردم. بعد خب گفتم خب چه کاریه، بیام از اول اصلا از روی یه هرم شروع بکنم، این هرم رو بگیرم. خب هرم اینجا الان داستانش فرق می‌کنه دیگه، دیگه من با آفست و اکسترود کاری ندارم. اینجا من می‌خوام روی این صفحه یه نقطه‌ای داشته باشم که با این نقطه و این صفحه بتونم یک هرم جدید بسازم. پس صورت سوال برای من پیدا کردن این نقطه است. الان گفتم این نقطه رو چجوری پیدا کنم، اومدم روی این صفحه مثلث یه پوینت کلاود گذاشتم، یه تعریف کردم توی این مساحت دوره این فضای دوره این یه پوینت کلاود باشه. این صفحه رو اکسترود کردم، گفتم آقا نقطه هایی که توی دل این هست رو برای من نگردم. حالا باز بین این نقاط بعد نقطه خوبه رو پیدا بکنم. هر نقطه‌ای به دردم نمیخوره. اگه این طولش خیلی زیاد بشه همون داستان کیاتیک شدنش، اگرم خیلی کم باشه من اونو نمیخوام. پس یه دامنه ای رو باز تعریف کردم اینجا مثل همون پروژه قبلی که این هرم روی این اینطوری تشکیل بشه. حالا یه قضیه ای رو من یادم رفته اینجا بگم. اینجا
جنریشن من لوکال محلیه، یعنی این مکعبی که داره همینجور رشد پیدا میکنه از یه نقطه رشد پیدا میکنه، از همونجا ادامه میده، با کل حجم کاری نداره. و مسئله دوم اینه که اگر این رشدش تلاقی پیدا بکنه با خود حجم، من این رو واسه هیچ فکری نکردم، ولی تو این پروژه اومدم این دوتا رو فکر کردم بهش. اولا که اینجا سرفسی که داره انتخاب میشه توی هر جنریشن از کل حجم انتخاب میشه، از این نقطه خاص نیست. دوم این که یه برنامه نوشتم، یه عملگر شرطی گذاشتم، گفتم آقا تو که داری رشد میکنی اگر تقاطع پیدا کردی با حجم گو تو، یعنی برگرد به همون داستان اولیه، این جنریشن رو حساب نکن، من تو اینو نمیخوام، برو یه سرفس دیگه رو بردار، با یه طول دیگه امتحان بکن، یه جور دیگه امتحان بکن که تقاطع نداشته باشه. ویدئوی این رو هم اگر بخوایم ببینیم، این بعضی جایی که گیر میکنه، لگ میزنه در اصطلاح، همون جایی که داره فکر میکنه که مثلا تلاقی پیدا کرد و اشتباه شده و فلان اینا. حالا اینجا من دامنه رو یه خورده زیاد کردم، یه سری چیزایی دیدی که درازتر هم داد، ولی خب میتونستم اونم کمش بکنم که این اتفاق نیفته. خب برم سر پروژه بعدی، پروژه لوتوس، که من اول باید یه راجبه یه حلقه صحبت بکنم، راجبه حلقه رشد. یه ایده داشتم، اینکه فرض کنیم من یه کرو، این چیزی که تو بک‌گراند داریم می‌بینیم، این داستانی که تو بک‌گراند هست، خب فرض کنیم من یه کرو اولیه اینجا داشته باشم، از تو دل این کرو یه نقطه پرت میشه بیرون، از اون نقطه یه سری مماس ترسیم میشه به همین داستان اولیه و یه کرو جدید تشکیل میشه. این ماجرای همینجور جنریت میشه تا این داستانی که من اینجا دارم رو. پس یعنی صورت سوالم اینه. حالا برای اینکه به این سوال جواب بدم، من با یه چیز ساده شروع کردم اینجا. یه دایره دارم. خب گفتم که میخوام از دل این نقطه پرچه بیرون. خب ساده ترین راه اینه که اینو آفست کنم و روی آفستش یه نقطه رندوم بگیرم. از این نقطه رندوم یک سری پرتو تابیده میشه به حجم من. و خب این پرتوها یک طول مشخصی دارن، فرض کنید 3000 تا، 3000 تا طول این پرتوه. این پرتو یک سری جاها تلاقی پیدا میکنه با این کرو اولیه من، یه سری جاها تلاقی پیدا نمیکنه، میره برای خودش. خب حالا صورت سوال چی میشه؟ این که من اول و آخر این نقاط تلاقی رو پیدا بکنم که بتونم این کرو رو ترسیم بکنم. خب من برای که این کار رو انجام بدم، اومدم یه برنامه ای نوشتم که بیاد فاصله این نقطه رو با انتهای پرتو حساب کنه. وقتی که این پرتو تلاقی داشته باشه با کرو، من یه سری عددی دارم مثل 23 24 25 و اینا. وقتی هم تلاقی نداشته باشه، یه عددی دارم مثل 3000. پس من یه همچین دیتایی دارم. خب و من اومدم گفتم خب تو این دیتا رو از دیستنس ها گرفتی، یه پترن ترو فالس بذار. بگو که آقا اونایی که 3000ن رو فالس من میذارم، اونایی که 3000 نیستن رو ترو میذارم. حالا این اتفاق افتاد و خب حالا اینکه اینجوری شد، من تروها رو برمیدارم، متناظر میکنم با نقاط و خب اولی و آخری میشن جواب سوال من. ولی اینجا یه باگی اتفاق میفته که خیلی باحال بود، برای من خیلی باحال بود، اینکه این دسته نصف میشه بعضی موقع ها، موقعی که پرتو شروع تابشش از اینجا باشه، این دیتای من این شکلی میشه. و خب اگر من اینو ببرم تو پترن ترو فالس، اولیو به من میده 25، آخریو میده 24، در صورتی که این اشتباهه، اولی 23 آخری 22. خب من برای اینکه این باگ رو حل بکنم، خیلی ساده گفتم آقا اگر تو این دسته بندی که داری میکنی عدد اول 3000 نبود، مثلا 25 بود، کل این دیتا رو به اندازه نصف طول کل اینها شیفت کن بیار جلو. اینا اگه کلا شیفت کنه بیار جلو، همیشه اولی 3000، پس هیچ وقت پترن ترو فالس باگ نمیده. خب پس این همینجوری جنریشنش اتفاق میفته، کروای جدید هی تولید میشه و من اینو توی دیولوب کردم، اومدم گفتم که بر اساس عکس شماره جنریشن اینا رو موف کن بیار بالا. این عکسی که داری میبینی، این شد اون شاسی، اون کف داستان لوتوس من. حالا من میخوام بیام روی این شاسی که راجبش حرف زدم یه همچین داستانهایی تولید بکنم، یه سری موجهایی رو میخوام تولید بکنم که برسم به اون داستان لوتوس. اینا رو من اگر باز بکنم بچینم رو صفحه، یه همچین داستانی داره. خب من اومدم با خودم فکر کردم، گفتم آقا من این موجو چه جوری بسازم، چه دامنه ای از اعدادی بذارم که این کرو خوشگل در بیاد. اگر از 3 یهو بپره 18 یهو بیاد 2، این کیاتیکه، نمیخوام این رو، دوباره همون داستان حرکت بین کیاس و اوردره. خب گفتم میام یه تیکه از دامنه فیبوناچی رو برمی‌دارم، 1 2 3 5 8 5 3 2، دوباره بعدش 1، یعنی اینو به صورت یه لوپ هی تکرار می‌کنم. حالا میام عدد اولم رو مثلا فرض کنید 3 برمیدارم.
خب یه قانونی میذارم، میگم آقا تو عدد بعدی، این عددی که دارم میگم این طول این ارتفاع هاست این که داره اینجا حرکت میکنه، یه قانونی گذاشتم گفتم آقا تو عدد بعدی که میخوای انتخاب کنی یا خودت سه رو برمیداری یعنی حرکت مستقیم، یا دو یه دونه قبلی رو برمیداری یا یه دونه بعدی رو برمیداری، یعنی بعد از سه نمیتونی بیای رو هشت، بعد از سه یا دو میتونه باشه یا پنج، که من میتونم یه همچین کروی بسازم که یه ترکیب بندی درستی داشته باشه. خب من پس در حقیقت یه برنامه نوشتم که اول تعیین میکنه احتمال این که عدد بعدی خودش باشد چقدر است، اگر خودش نبود منفی یک هست یا مثبت یک، این هی جنریت میشه یه سری همچین پترن مثبت یک صفر منفی یکی تولید میکنه، یه همچین اعدادی رو به من میده که من میتونم این کرو ها رو باش تولید بکنم. حالا باز این برنامه دیولپ شد، این تولید شد، چون وقت کمه من نمیتونم برنامه این رو توضیح بدم که چه اتفاقی از روی این فرمی که اینجا داشتم افتاده این تولید شده. فقط دو تا نکته رو میگم، یکی این که من به این لبه اضافه کردم، این لبه متناسب با طول این پره که اینجا دارم، یعنی اگر این طول پره 8 بود این لبه کلوفتیش بیشتره، اگر 3 بود کلوفتیش کمتره. یه داستان دیگه هم که هست اینجا، این لبه ها صافن، کرو یعنی در مقطع کرو ندارن، در مقطع صافن. خب اینجا گفتم که تو مقطع هم کرو داشته باشن، یعنی اگر دقت بکنین اینا اینجوری میپیچن، در حقیقت یک نوار رو من نمیتونم گستردش رو بشینم روی زمین، گسترده اینا روی زمین این شکلی میشه. خب برای ساخت، برای فابریکیشن این داستان، پس من یک سری پره های این شکلی باید تولید میکردم، یه سری خط تا باید میذاشتم که هر چقدر تعداد این خط تا بیشتر میشد این کروی که اینجا دارم بیشتر شبیه واقعیت میشد، ولی خب من مجبور بودم این شکست ها رو بذارم که بتونم اینو فابریکیت کنم. یه سری لبه هم براش گذاشتم که بتونم اینا رو تا بکنم، این روی داستانه، اینی که این میاد این رو، و اینم کف داستانه، که اینم قطعاتی هستش که من دادم برای برش. حالا توی ویدیو خیلی بهتر میشه این چیزایی که گفتم رو دید. این همون داستان حلقه رشدیه که رو صحبت کردم، این همینجور داره رشد پیدا میکنه. اینجا من اون حلقه موج رو دارم که میبینی همینجوری که این اعداد داره تغییر میکنه، این ای چیزی تو مایه های کوزه‌گری خودمونه، قشنگ داره یه کوزه رو اینجا میسازه با مدل های مختلف. اما صحبتی که دوستان توی چیز قبلی کردن گفتن که یه جایی من باید بگم واستا، منم دقیقا اینجا هم همین کار کردم، این همینجور داره جنریت میشه، بعد یه جا من گفتم واستا، این من بودم که دونه دونه اینها رو نگاه میکردم و میگفتم که خب این از این لحاظ ترکیب بندیش قشنگه. حالا اینجا داره لبش اضافه میشه و خب شکست های زیادی هم میتونه داشته باشه توی هر جنریشن مختلفی. اینا تصویر سازی هاییه که من با استفاده از همون برنامه موج کردم. اینجا کم کم آماده میشم برای ساخت. توی این پروپوزال من دادم برای نمایشگاه تاداکس سال 2014 که پذیرفته شد و من اینجا شروع کردم به ساخت این داستان و خب این رو من ساختم که اون کف داستان رو پلکسی گذاشتم. خب خیلی ایده زیادی داشتم ولی به دلیلی که وقت کم بود نتونستم همه رو اجرا بکنم. اینجا این توضیح هم بدم که این به صورت اینتراکتیو تقریبا اجرا شد، که بالای این داستان یه پروژکتوری بود که وقتی آدم ها می اومدن نزدیکش کینکت دیتکت میکرد و این روشن میشد و وقتی آدم ازش دور میشدن این خاموش میشد و تیرو تاریک میشد، فضا هم تاریک بود، این اصلا دیده نمیشد، وقتی میومدین از یه چیز صورتی اینجا ما میدیدیم که داره روشن میشه. خب من این رو ساختم و بعد از یه مدتی گفتم که آقا هر کدوم از این جنریشن ها میتونن یه گلدون باشن، من اومدم اینا رو ساختم با همون سیستمی که بلوتوث رو ساخته بودم و خب روشون رزین زدم، رزینم با رزینی که بچه ها زدن فرق میکنه، رزین من هاردنر نداره، در جا خودش روی اون مقوا مثلا یه ساعت بعدش تقریبا خوش شده بود و من تونستم این بچه ها رو تولید بکنم. خب برم سراغ پروژه بعدی. خب پروژه بعدی راجع به یه بچه ایه که 6 تا قطعه لگو داره و از این قطعات لگو بی نهایت تا داره و خب این بچه میشینه این قطعات لگو رو میذاره کنار هم دیگه تا یه چیزی رو تولید بکنه.
و دنبال چیزی هم نیستش که چیز خاصی رو تولید بکنه. فقط یه چیزی تو ذهنش هست، اینه که این بچه ممکنه مثلا از قطعه 4:1 بیشتر از قطعه 3 خوشش بیاد. پس یعنی یه برنامه‌ای باید بنویسم که احتمال حضور قطعات رو بتونم تبیین کنم توش. خب برم سراغ این که چجوری من این داستان رو برنامه‌شو نوشتم. اینکه خب من یه سری قطعه دارم و خب بر اساس برنامه احتمالی که دارم یه قطعه انتخاب میشه تو هر جنریشن. اون برنامه احتمالش هم چیزی پیچیده ای نیستش، هر قطعه یه سهمی داره و این سهم تقسیم بر جمع تمام سهم ها میشه درصدی این که این میتونه بیاد یا نیاد. خب این قطعه به صورت رندوم انتخاب میشه. توی این جنریشن من دوتا چیز رو موازی دارم با هم میبرم جلو، یکی کل قطعه لگو هست که داره ساخته میشه، یکی این نقاط روی اینا هستش که اینا من قطعه ای که میخوام بردارم باید بدونم روی کدوم نقطه میخوام قرارش بدم. حالا من یه قطعه رو انتخاب کردم، یه دونه از این نقاطی هم که اینجا هست رو برمیدارم، مثلا میگم این نقطه رو من میخوام این قطعه رو بذارم روی این نقطه. سوال پیش میاد این قطعه از کدوم نقطهش میاد روی این نقطه قرار میگیره، به چه زاویه ای قرار میگیره روی این. پس من یه عالمه جایگشت دارم، یه عالمه حالتهای مختلف دارم که باید روی این نقطه حساب بشه. من اومدم همه یه حالتهایی که یه قطعه ممکنه روی این نقطه داشته باشه رو حساب کردم و گفتم اونایی که تقاطع تلاقی پیدا میکنن با قطعات دیگه لگو رو حذف کن، فقط اونایی رو برام نگهدار که تقاطع پیدا نمیکنن. یه داستان اینجا ممکنه پیش بیاد، ممکنه یه کنجی، یه جایی، یه سوراخی، یه نمیدونم یه داستانی پیش بیاد که هیچ خروجی این به من نده. تمام جایگشت‌ها رو حساب میکنه و میبینه که هیچ خروجی جواب نیست. اینجا کاری که باید میکردم این بود که دوباره یه گوتو میذاشتم که بره برگرده اول برنامه و بگه که خب این مسیر رو دوباره تکرار کنم، ولی من این کار نکردم، یه کار دیگه کردم. گفتم آقا یه قطعه 1:1 وردار و موقعی که این اتفاق میفته بذار قطعه 1:1 رو اونجا اون سوراخ رو پر بکن. و خب حالا این داستان ادامه پیدا میکنه، این قطعه جوین میشه به لگو و لگو جدید تشکیل میشه. یه داستان باقی میمونه، نقاط. قطعه جدیدی که میاد روی کل داستان لگو قرار میگیره، نقاط زیر خودش رو حذف میکنه و نقاط خودش رو به داستان نقاط اضافه میکنه. اینم برنامه‌اش چیز خاصی نبوده، صفحه اون قطعه رو من گرفتم اکسترود کردم به پایین، نقاطی که داخل این بوده رو حذف کردم از کل نقاط و نقاط روی این صفحه رو اضافه کردم به داستان. اگر بخوام ویدیو این رو هم ببینیم، اگر ببینیم خب این مثلا روش پیدا میکنه تا اینجا یهو مثلا اینجا گیر میکنه، داره فکر میکنه که آقا این تمام جایگشت‌ها رو حساب میکنه و اینا. خب خیلی سریع من برم سراغ پروژه بعدی. پروژه بعدی اسمش پکمنه، دقیقاً هم کانسپتش همون بازی پکمنیه که ما هممون بازی کردیم تو بچگیامون و قضیه یه کرویه که داره نقطه میخوره و هی رشد پیدا میکنه توی هر جنریشن. خب من اینو میخوام اول از روی ویدئو یه سری صحبت های روش بکنم. نه یه میرفت روش. خب داستان اینه، من یه سایت پلانی دارم که داخل این سایت پلان یه سری بلاکین آبجکت هست، مثلا اینا ممکنه درخت باشه، سنگ باشه، هر چیزی باشه. یه موجودی دارم اینجا که میخواد توی این سایت پلان رشد کنه. روشش اینجوریه که میاد یک سری نقطه داخل این سایت پلان میخوره و حواسش هستش که با این قطعاتی که من اینجا دارم تلاقی پیدا نکنه و با سایت پلان هم همینطور تلاقی پیدا نکنه. حالا ببینیم داستانش چجوری میشه. این به این شکل داره روش پیدا میکنه این تو. اینه اون داستانی که حالا من داشتم صحبتشو میکردم، این به این شکل داره اینجا روش پیدا میکنه. حالا برای من سراغ الگوریتم این داستان. خب من اومدم گفتم که آقا یک این همونطور که اینجا می‌بینید توی سایت پلان یه عالمه نقطه هست، این توضیح من بدم که توی این برنامه من این نقاط رو به صورت x و y مساوی قرار دادم، یعنی این نقاط کاملا توی یه گرید مشخص قرار گرفتن، ولی تو دیولپ شده این برنامه بعدن این گریدها رو هم خیلی که این نقاط رو هم خیلی کیاتیک پخش کردم. اینجا ممکنه این نقاط تراکمشون یه جا بیشتر باشه، یه جا تراکمشون کمتر باشه، برای همین این داستان میتونه فرمای خیلی متنوعی رو بده. ولی حالا اینجا ساده‌ترین حالتش رو گرفتم که یه گرید کاملا x و y مساوی. خب این میاد کرو اولیه، این داستان اولی که داره شروع میکنه، میاد اپورتونیتی ها یعنی اون نقاطی که میتونم بخورم رو پیدا میکنه. از بین این نقاط 5 تا از نزدیکترین هاشون رو مثلا برمیداره
و از بین این 5 تا یه دونشون رو رندوم انتخاب میکنه. حالا این پکمن هم میاد از همون اول خودش رو دیواید میکنه، خودش رو دیواید میکنه به 5 تا نقطه. اتفاقی که میفته اینه که این 5 تا نقطه میان نزدیکترین این نقاط رو به اون نقطه‌ای که توی سایت پلان انتخاب کردیم رو پیدا میکنه و این دوتا رو جاشون رو ریپلیس میکنه. امیدوارم که توضیحم خوب بوده باشه، بتونم اینو خوب توضیح بدم. این دوتا رو با هم ریپلیس میکنه و بینشون یک کرو جدید ترسیم میکنه. حالا داستانی که اینجا وجود داره، این پکمن میاد بررسی میکنه که آقا من با این بلاکین آبجکت ها با سایت آیا تلاقی دارم یا نه. اگر تلاقی داشت بازم این رو جنریشن حساب نمیکنه. حالا من نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم که این آقای پکمن یا خانم پکمن هم کنارش باشه که اینا به صورت موازی با هم جنریشنشون آغاز بشه. و این صورت مسئله رو به داستانم اضافه کردم، گفتم که آقا شما دوتا در حال جنریشن حواستون باشه به هم برخورد نکنی. خب این خانم پکمن هم داستانش عین همونه، یعنی همون طور داره جنریت میشه، فقط توی قسمت اینترسکشن میاد میگه که آقا اگر تو رفتی یه نقطه‌ای رو بخوری بعد تو سر را به آقا برخورد کردی، اون جنریشن حساب نکن، نقاط دوربر خودت رو بخور با بقیه کار نداشته باش. حالا ادامه ویدیو رو ببینیم. اینجا یه دونه پکمن داره جنریت میشه. اینجا دو تا پکمن هستن که با هم دارن جنریت میشه که حواسشون هست با هم دیگه برخورد نکنن. خب بعد تو دیولوپ این برنامه این قبلی من اومدم اینا رو موف کردم در هر جنریشن رو که در راسته اکس، یعنی با درجه اکس جنریشنشون. بعد توی فابریکیشن اینا رو با MDF ساختم و یه همچین داستانی رو تولید کردم. خب برم سراغ داستان. آها اینم دیولوپ برنامه است که توی ویدئویی که دیدیم من تو دیولوپ فقط اینا رو موف کردم، ولی تو این عکسی که داریم میبینیم اینا رو علاوه بر موف آفست هم کردم که یه همچین فرمیو ایجاد کرده. برنامه آخر یه کار کاملا گرافیکیه که من دوست داشتم انجام بدم. دوست داشتم یه سری هایپر گرافیک داشته باشم، 100 تا فرمی، یعنی دودل آرتا که میشینیم مثل چیز میکشیم که رو هم دیگه میذاریم. گفتم دوست داشتم 100 تا فرم تولید بکنم و اینا رو بچینم بذارم کنار هم دیگه. گفتم این فرما رو چجوری تولید بکنم. ایده ای که داشتم این بود که توی گرید از نقاط یه نقطه ای شروع کنه به رشد کردن تا زمانی که به بنبست برسه. خب اینو چجوری تبیین کردم؟ گفتم که آقا تو که شروع کردی این توی این نقطه بررسی کن ببین 4 تا از نزدیکترین نقاطت کدومان، این 4 تا رو پیدا می‌کنه. ولی خب من نمیخوام این جنریشنش کج باشه، میخوام که به صورت عمودی این اتفاق بیفته. میگم اونایی که دیستنسشون کمتر از بیشتر از واحد گرید بود رو حذف کن برای من و فقط این دوتا برای من میمونه. از بین این دوتا یکی رو رندوم انتخاب کن. برای همین من میتونم 100 تا از این فرما تولید بکنم و این داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه این خوب صفر بشه دیگه. بالاخره به یه جایی میرسه که این صفر بشه. این نکته هم توضیح بدم که اون نقطه‌ای که انتخاب میشه تو هر جنریشن حذف میشه بعد میره توی گرید بعدی. خب من این فرما رو تولید کردم و خب روی این فرما یه سری نقطه گذاشتم و این نقاط رو به صورت کرو تبدیل کردم. این کروا که این پایین اینجا میبینید تولید شد. بعد حالا صورت مسئله بعدی این بود که بیام اینا رو به این شکل بچینم بذارم کنار هم دیگه. خب اولی که میاد این فرم اوله، من باید یه بوردری براش تعیین بکنم که فرم دوم که میخواد بیاد کنار این قرار بگیره. خب پس برای اینکه من بوردر رو تشکیل بدم اومدم این فرم رو گرفتم، وسطش رو پیدا کردم، دوباره همون داستان پرتوها، یه عالمه پرتو تابیده شد و نقطه تقاطعش با اینا پیدا شد و این میتونه به من یه بوردر بده. این بوردر رو آفست کردم و خب یه نقطه رندوم روش انتخاب کردم و از اون منبعی که دارم اون 100 تا هایپرگرافیکی که تولید کردم یه دونشون رندوم انتخاب میشه و میاد روی این و دوباره این جنریشن ادامه پیدا میکنه، یه بوردر جدید میده و تا اینکه مثلا یه همچین فرمی تولید بشه. اگر بخوام ویدئوی این داستان رو هم نشون بدم،
یه همچین داستانیه. خیلی ممنون از همه. من خیلی دوست دارم که یه لحظه من خیلی دوست دارم از همه شما که اگر جایی فکر کردین من مسیر رو میتونستم جور دیگه‌ای برم، یا اینکه فکر میکنین ما میتونیم با هم دیگه یک کار مشترکی رو انجام بدیم یا هر چیزی، با من حتما تماس بگیرید. من هم فیسبوک رو هم گذاشتم، هم ایمیل هم گذاشتم، هم شماره رو. خیلی متشکرم از همه شما.